سلام میکنم به همه هموطنانم در هر کجا که هستن. ما در ایران گرفتار جماعتی شدیم که این جماعت شاید هیچ نسبتی با ایران و ایرانی ندارن یا کمتر دارن. این جماعت خیلی راحت میدوزدند، این جماعت خیلی راحت آدم میکشند، این جماعت با عقل، با درایت، با جهان فهم ارتباط ندارن، دوست دارن در یک دنیای محدود مردمان رو اسیر بکنن و ما اسیریم. این جماعت دروغ میگن و حالا که بر منبرها قرنهای قرن سخن از درستی گفتن، سخن از راستی گفتن، بله ما گرفتار آخوندهایی هستیم که سرفرازی برای ایران نمیخوان بلکه برای اسلام میخوان. اسلام رو هم در خودشون خلاصه کردن. وقتی میگن اسلام در خطره یعنی ما در خطریم. خب در این جامعه چه میشه کرد؟ چه کار میشه کرد؟ در حالی که روحانیان و این آخوندها از سپاه آویختن که اونها رو حفظ بکنه و سپاه قدر این آویختگی آخوندها رو خوب میدونه و از این فرصت به طلایی ترین شکل ممکن استفاده میکنه، میدزده، میزنه، میکشه و حضورش رو در همه جای این سرزمین نهادینه کرده، در مجلس، در دولت، در هر کجا، در مناسبات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، امنیتی، اطلاعاتی. ما گرفتار این دو بال هستیم، یعنی آخوندها و سپاه، و حالا از این میان راهی برای رهایی باید اختیار بکنیم. داستان حصر و زندانی کردن خوبان یکی از آرزه هایی است که آخوندها و سرداران سپاه برای این مردم تدارک دیدن. حالا در این میان هر مردمی که اونها رو تایید بکنن، با اونها همراه باشن، میشن امت شهید پرور، امت درخشان، امت سلحشور، و هر مردمی که معترض باشن، منتقد باشند، میشن منافق، میشن عامل بیگانه. خب ما بدیهیه که در این منگنی که گرفتار آمدیم نباید دست به خشونت ببریم و از رویه هایی که منجر به پدید آمدن یک انقلاب دیگر میشه باید پرهیز بکنیم. خب این هم هزینه داره. این نیستش که ما بنشینیم نقد بکنیم طرف مقابل بپذیره. طرف مقابل اتفاقا در جهل گستری ید طولایی داره. رسانه های جاری و حتمی و رسمی کشور رو در این راستا به کار گرفته، در راستای نفهمیدن مردم، در راستای اینکه مردم هرچه بیشتر در این جهالت مستغرق باشند. خب در این میان ما راهکارهایی رو سراغ گرفتیم که اعتراض بکنیم اگرچه به خسارتهای جانی، مالی، حیثیتی ما منجر بشه. در این میان ما ناگزیریم به شیوه های مدنی و قانونی و حقوقی که داره در این سرزمین تباه میشه دست ببریم. آرزو میکنم این رویه منتج به خیزش های ناشی از آگاهی مردم بشه و مردم زمانی نرم نرم متوجه خسارت های بزرگی که این جماعت بر ما پدید آوردن بشن. موفق باشید.